سرخط خبرها. نظام آینده از تمام مردم خواهد بود، نظام یک قشر نخواهد بود. تمام مردم امید داشته باشند که انشاءالله خادم ملت خواهد بود نظامی که با وجود میاد. تأکید طالبان بر ایجاد نظام اسلامی فراگیر در افغانستان. این گروه میگوید ملاک مسلمان و افغان بودن است. مخالفت طالبان با تمدید مهلت خروج سربازان آمریکایی، میگویند 31 اوت خط قرمز آنهاست. برنامه ما اینه که انشالله تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون رو تمام خواهیم کرد. وعده وزیر پیشنهادی بهداشت برای مهار کرونا در ایران. بهرام عین‌اللهی میگوید چاره‌ای به جز واردات واکسن نیست. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. سخنگوی طالبان در نشستی خبری در کابل گفته که حکومت آینده افغانستان اسلامی و فراگیر خواهد بود. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، ملاک فقط مسلمان و افغان بودن است و هیچ حزب، قوم یا گروه خاصی برتری نخواهد داشت. او همچنین گفته که کسانی که افغانستان را ترک کردند، اگر برگردند هیچ خطری تهدیدشان نمی‌کند. همزبان طالبان گفتند که با تمدید مهلت خروج کامل نیروهای غربی از افغانستان موافقت نخواهند کرد. آنها هشدار دادند که اگر تا 31 اوت، یعنی 8 روز دیگر، آنها کاملا افغانستان را ترک نکرده باشند، با عواقب این تصمیمشان روبرو خواهند شد. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. انتظار به امید خروج از افغانستان. کسانی که روی دیوارهای فرودگاه کابل منتظر فرصتی برای داخل شدن به فرودگاه هستند. گزارش شده که فرودگاه همچنان ناآرام است. ارتش آلمان از کشته شدن یک مأمور امنیتی افغان در یک درگیری تازه در اینجا خبر داده. علت درگیری هویت مهاجمان مشخص نیست. بگذارید دروغ بگم، انتقال هزاران نفر از کابل سخت و دردآور خواهد بود. مهم نیست ما کی این کار رو شروع میکردیم. اگه یک ماه قبل شروع کرده بودیم و یا ماه آینده این کار رو میکردیم و از همین بود. هیچ راهی نیست که این همه آدم رو بدون تلفات و این تصاویر ناراحت کننده که در تلویزیون میبینید از کابل خارج کنیم. اینها کسانی هستند که موفق به ترک کشور میشوند. پشت سر همه زندگی که تا حالا ساختند و پیش رو آینده‌ای مبهم. آمریکا میگوید 30,000 نفر را در بیش از یک هفته گذشته خارج کرده. جو بایدن امیدوار است که نیازی به تمدید زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بعد از 31 ماه اوت، یعنی 8 روز دیگر، نباشد. هرچند که گفته قرار است در نشست گروه 7 با متحدان آمریکا در این باره صحبت شود. هدف خرید زمان و جلوگیری از هرج و مرج بیشتر. طالبان اما از همین حالا درباره تمدید این مهلت هشدار داده و گفتند که خط قرمزشان است. اینجا ولایت پنجشیر در شمال شرقی کابل. دره صعب العبور که فرماندهان محلی آن فعلا حاضر به تسلیم در مقابل طالبان نشده اند. احمد مسعود فرمانده نیروهای ضد طالبان در پنجشیر هشدار داده که اگر طالبان به این ولایت حمله کند با مقاومت مسلحانه روبرو خواهد شد. ما فقط برای یک ولایت و یک منطقه نمی جنگیم. ما در یک ولایت برای دفاع از همه کشور می جنگیم. می خواهیم طالبان متوجه بشن تنها راه پیش رو مذاکره و گفتگوست و نمی خواهیم که جنگی در بگیره. طالبان گفته صدها نفر از جنگجوهایش به طرف دره پنجشیر روانه شدند. آنها هم گفتند هدفشان در درجه اول گفتگو و مذاکره است. این در حالی است که خیلی از کشورها مشغول خارج کردن شهروندان و همکاران افغانشان از افغانستان هستند. اما روسیه چندان نگران به نظر نمی رسد. فعلا می بینیم که طالبان دارن به بیانیه‌ای که درباره توقف اقدام‌های نظامی، عفو همه افراد درگیر و گفتگوهای بین الافغانی برای تشکیل حکومت فراگیر دادن عمل می کنن. آخرین باری که طالبان در دهه 90 میلادی در قدرت بودند، ترس حاکم بود. نه زنان اجازه کار داشتند، نه دختران اجازه رفتن به مدرسه.
اما حالا میگویند که آنها اگر حجاب اسلامی داشته باشند اجازه کار و تحصیل خواهند داشت. این روزها صدای پرسش خبرنگاران در نشست‌های خبری جو بایدن بلند است. اما بلندتر از این صداها شاید صدای مردمی باشد که هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان گمان می‌کنند قدرتمندترین مرد دنیا زمانی که نباید به آنها پشت کرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. همکارم داوود قاری‌زاده اینجا با ماست، تحولات افغانستان رو دنبال کرده. داوود، اول شروع کنیم از صحبتی که درباره مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده. مهلتی که قبلا تعیین شده بود آخر این ماه بوده، نیروهای خارجی میخوان تمدیدش کنن بلکه بتونن که این وضعیت رو یه مقدار سر و سامون بدن، ولی کابل مخالفت کرد. دقیقاً آمریکایی‌ها آمریکایی‌ها سرگرم گفتگو با طالبان هست، چیزی است که جو بایدن دیشب در سخنرانیش گفت، در صحبت با خبرنگاران تایید کرد، ولی وضعیت خیلی خیلی میشه گفت که پیچیده شده، به دلیل از اینکه بر اساس توافقی که آمریکایی‌ها با طالبان داشتن باید تا آخر ماه همه سربازها، همه نیروها افغانستان رو باید ترک کنند. ولی وقتی شما نگاه میکنید تعداد زیاد از افغان‌ها هنوز اونجا باقی ماندند که باید بر اساس اون برنامه‌ای که آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو داشتن اینا رو بعد از افغانستان بیرون کردن که اینا رو نتونستن هنوز، و گفتم شده که در مدت مهلت باقی مانده که چیز حدود یک هفته هست، ناممکن هست که تمامی افغانهایی که واجد شرایط هستن اینا رو بتونن از افغانستان بیرون کنن. بنابراین یک گفتگوها و رایزنی های وجود داره که اگر بتونن مهلت تمدید کنن تا این ماموریت تخلیه افغانها موفقانه به پایان برسه. و همونطور ما میدونیم که در جلسه سران گروه 7 فردا برگزار میشه، در اینجا هم آقای بایدن و دیگر سران اعضای گروه در رابطه با بحران افغانستان و به خصوص در رابطه با تمدید مهلت با هم دیگر صحبت خواهند کرد. ولی ما میدونیم که وزیر دفاع بریتانیا گفته همزمان با خروج نیروهای آمریکایی اینا هم حاضر هستند که افغانستان کاملا ترک کنند. از طرفی زبیالون مجاهد سخنگوی طالبان یک دو ساعت پیش صحبت کرد و سعی کرد که خیلی خوشبینانه صحبت کنه درباره آینده افغانستان و امید بده به مردم. کاملا لحنش خیلی خیلی آرام بود و سعی کرد حمایت مردم در داخل افغانستان به خود جلب کنه و هم یک چهره متفاوت دیگه باز هم به جهان غرب ارابطه و تصویر متفاوت بده به غرب. البته این تلاشای بوده که از زمان که اینا وارد کابل شدن همچنان ادامه داشتن، ولی در سخنرانی امروزش همیش در واقع توصیه بود و خواهش میکرد و از در واقع از علما میگفت که شما برن تشویق کنن، ترغیب کنن افغانا را که کشور ترک نکنن، و کسانی که نگران شغلشان هستن، وظیفه‌شان، کارمندان ادارات پیشین، که اینا هم نگران نباشن به شغلشان ادامه بدن، چون نیاز به کادر تخصصی دارن و نیروی متخصص داره و باید اداره امور در دست بگیرن، که تا حدود خیلی درستم هست، چون خود طالبان بعید از همه این نیروها را داشته باشن که اداره کل کشور را بر دست داشته باشن یا بتونن کشور را اداره کنن. ولی چیزی که خیلی جالب و جذاب بود در رابطه با اینکه ساختار آینده ی حکومت چگونه خواهد بود، که ذبیح‌الله مجاهد توضیحات کلی نسبت به این داد که ممکن اداره آینده چگونه خواهد بود. بخش از صحبت‌های آقای مجاهد بشنیم بعدا صحبت می‌کنیم. ساختن نظام اسلامی و عملی ساختن شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم در کشور کار تمام افراد جامعه شده نمیتونه، بلکه این مسئولیت برمیگرده به علمای کرام. علما خواهد بودن که اصل نقطه ثقل رهبری خواهد بودن، به این معنا که العلماء امراء علی الامراء، علما بالای امرای خود هم امرا خواهد بودن. ما تقاضا داریم که علمای ما نگذارن که رهبری آینده، حکومت آینده یا نظام آینده که ایجاد میشه و به ما خدمت گذار میباشه انحرافات داشته باشه. خدای نخواسته به توان و همکاری شما علمای کرام میتونن نظام آینده خود را در راه مستقیم نگهداری بکنن. صحبت های ذبیح‌الله مجاهد رو بخشش رو دیدیم. داوود،
گفتش که علما نقطه ثقل رهبری خواهند بود. چی بهمون میگه این از ساختار حکومتی که طالبان میخواد؟ تا حدود روشن شده ساختار که چگونه ساختار خواهد بود، به این معنا که یعنی علما یا اینکه رهبری خود طالبان که گفتم میشه به شدت مذهبی اینا هستن در رأس ای اداره یا ساختار قرار خواهند داشت. و همونطوره که آقای مجاهد هم در ادامه صحبتاش گفت که مسلمان با مسلمان هیچ گونه فرق نداره، برتری نداره، مگر اینکه مسلمان با تقوا باشه، که اینا کسایی هستن که باید اداره امور در دست بگیرن و تمام صلاحیت ها در دست از اینا به یک شکل باشه. بعد بنابراین در اینجا یک سوال بسیار بزرگ ایجاد میشه، پس نقش احزاب و اقوام و کسان دیگه که تاکید بر اداره همشمول یا یک حکومت فراگیر ملی دارن، نقش از اینا چه خواهد بود؟ و این نگرانی هست که از روزها به این طرف از زمانی که طالبان آمدن کل افغانستان را گرفتن مطرح بوده و همه هم خواستار ازی بودن که باید نقش که اگر دارن اینا در حکومت آینده باید نقش با صلاحیت باشه و اختیار داشته باشن، نه اینکه به شکل سمبولیک نباشه. ولی حالا دیده شده که واقعا در هفته های آینده همونطور که گفتن ساختار مشخص‌تر خواهد شد و یک طرح برای چارچوب ای اداره ارائه میشن. از طرفی اگر که شرایط داخل افغانستان میخوایم نگاه کنیم، در پنجشیر هنوز درگیری ادامه داره. پنجشیر هنوز درگیری ادامه داره ولی مقاومت در اونجا شروع شده، مقاومت تشکیل دادن. ولی چیزی که خیلی مهم است، در سه روز گذشته ما گزارش هایی داشتیم که از سه تا ولسوالی در افغانستان که طالبان در اونجا حضور داشتن و مردم های محل طالبان را از اینجا بیرون راندن. ولی طالبان ادعا کردند که این سه تا ولسوالی که ولسوالی در واقع پل حصار، بنو و دهسلای بغلان بوده اینا را کاملا پاکسازی کردن، ولی بر اساس گزارش هایی که ما داریم در سه روز گذشته در جریان این پاکسازی که طالبان میگن جنگ شروع شده، جنگ به شدت فعلا هم ادامه داره و گفته شده دست کم 70 نفر در این درگیری ها کشته شدن و بر اساس برخی گزارش های اولیه که تعداد زیاد از اینا هم جنگجویان طالبان بودن. ولی این درست است که در دروازه های پنجشیر نیروهای طالبان تجمع کردند و سعی دارند که وارد پنجشیر شوند. گفتگوها جریان داشته که مسئله پنجشیر، موضوع پنجشیر از طریق مسالمت آمیز و از طریق گفتگوهای سیاسی حل شود، ولی به نظر میرسه که احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود و همینطور امرالله صالح معاون اشرف غنی که فعلا در پنجشیر هستن، اینا تصمیم بری گرفتن که پنجشیر به راحتی تسلیم طالبان نکنن، خواسته هایی دارن که مطرح باشه و به طالبان قبول کنن، طالبان خواسته های اینا رو تاک بتانن حکومتی که فراگیر اینا خواستارش هستن و غیر متمرکز باید باشه اینا رو طالبان خواست. ولی در عین حال در گفتگو باز است، هنوز یک احتمال خیلی کوچک وجود داره که بر اساس با گفتگوهای مسئله حل شوه، ولی در عین حال اینا مصمم هستند که از پنجشیر دفاع خواهند کرد در صورتی که حمله ای صورت بگیرند. خیلی ممنونم از توضیحات داوود قاری‌زاده با ما و سمیر بدرود دیپلمات پیشین افغانستان از هند با ما هستن. آقای بدرود، شما چی فکر میکنین درباره صحبت‌هایی که ذبیح‌الله مجاهد درباره حکومت آینده مطرح کرد؟ اینکه همونطور که شنیدیم علما نقطه ثقل رهبری خواهند بود. سلام بر شما و بیننده های شما. در رابطه با صحبت‌های آقای مجاهد ما دو تا مسئله را می‌خوام به عرض برسانم. نخست این که آنچه که در افغانستان و متن نظرشان است در بهترین صورتش یک چیز مانند جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که در او تعدادی از علما، البته علمایی که از نظر اونا قابل تایید باشن، اونا همکاره باشن، تصمیم گیرنده در همه امور باشن و برای سایر اموری که ارتباط به جامعه و رهبری جامعه و پیشبرد جامعه میگیره در اون عرصه ها فقط نقش سمبولیک رسایرین داشته باشند. این یک تا مسئله. و مسئله دوم این که در رابطه با لحن آقای ذبیح الله مجاهد که لحنشان به چه شکل بود قبلا همکاران شما گفتن، خب ایشان یک ترین ملیتنت هستند که توسط سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه به صورت بسیار خوب آموزش دیدن و اونا میفهمند که در کدام مقطع در کجا چطور صحبت کنند. و هر صورت آنچه را که اونا در نظر دارن یک نظام تئوکراتیک بسته و دوگماتیک خواهد بود که حتی منطقه ما بالای جمهوری اسلامی ایران هم به اصطلاح کابولی شکر خواهند کشید. این که آقای مجاهد به هر حال
سعی داشت که اطمینان خاطر بده که کسی نگران امنیت خودش نباشه. گفت ما به افرادی که الان در اداره های دولتی برفرض مشغول کار بودن احتیاج داریم و اینا به کارشون برگردن. صحبت آقای مجاهد فکر می‌کنی که چقدر باعث کم شدن نگرانی این افراد میشه؟ قطعاً، زیرا یک تفاوت خیلی فاحش بین صحبت‌های مقامات طالبان به شمول آقای ذبیح‌الله مجاهد و آنچه که در عمل پیاده میکنن وجود داره. شما حتما خبر دارین، گزارش های وجود داره که این چه آنچه که بالای مردم عادی چه مگذره در این روزا، اون مسئله است که قابل بحث نیست. اما رهبران سیاسی افغانستان، رهبران قومی افغانستان، خانه هایشان بازجویی شده، تلاشی شده، افرادشان خلص سلاح شدن و در کل واقعیتی که در زمین وجود داره خلاف آنچه هست که طالبا ابراز میکنن. یعنی کاملا یک دبل استاندارد، یک دوگانگی در گفته ها و کرده های طالبا وجود داره. به او اساس این درست است، اونا نیاز دارن اداره افغانستان توسط طالبا پیش بردنش اصلا محال است، چون طالبا دو بخش هستن، بخش کلانشان کسایی هستن که از مدارس آمدن، اونا هیچ گونه تخصص و امکانی برای پیشبرد کار دولتی ندارن و بخش دیگه شون کسای ترین شده هستن در بخش‌های بخصوصی. به اول هاست بله اونا ضرورت دارن، اما با کسای ضرورت دارن که از فیلترهای خودشان بگذره و کسای باشه که مورد تایید خودشان باشه. و تا جایی که اطمینان به سایر مردم است، واقعیت آنچه که در زمین است خلاف گفته‌های آقای مجاهد و سایر مقامات طالبان نشان میده. الان طالبان گفته که مهلت خروج نیروهای خارجی همون 31 اوت که میشه 8 روز دیگه، ولی به نظر نمیرسه که حداقل اون چیزی که در اطراف فرودگاه کابل دیده میشه اینکه این بحرانی که الان اونجا به وجود اومده ظرف یه هفته رفع و رجوع بشه. اگر که نیروهای خارجی خارج نشن فکر میکنه که چه اتفاقی بیفته؟ در رابطه با اینکه نیروهای خارجی یا اینکه روی کارت طالبان نسبت به نیروهای خارجی چی هست، این تقریبا واضح شده برای همگی. خلاف آنچه که طالبان ادعا می‌کردند که بر علیه حضور خارجی ها در افغانستان جهاد دارند، بعد از توافقشان در دوحه با آمریکایی‌ها، بعد از خیلی اتفاقات دیگه که افتاد، ثابت شد که اون یک حرف واهی بوده، واقعیت نداشته. اینا دنبال چیزای دیگه فراتر از اون هستند و به شکلی از اشکال حتی اگر آمریکایی‌ها فراتر از عملیات خروج هم باقی بمانند، بعد از استقرار طالبا و ما فکر نمیکنم که کدام تغییر خیلی کلانی در رابطه شان بیاید، چون امکانش را ندارن کو کار را بکنن. و موارد دیگه ای که من میخوام اشاره بکنم او ای است که در رابطه با مقاومت و در رابطه با ای که در پنجشیر چه میگذره، ما باید بحث مقاومت را و بحث از ای که در برابر طالبا چه کار خواهد شد محدود به منطقه همان طوری که جناب احمد مسعود گفتند به یک منطقه و به یک مردم خاص ندانیم. مقاومت در سرتاسر افغانستان در تمام ابعاد در حال شکل گیری است و این ممنونم ازتون. عذرخواهی میکنم که فرصت بیشتری نداریم. سمیر بدرود دیپلمات پیشین افغانستان از هند با ما. چند خبر کوتاه. در ایران وکیل خانواده افگاری میگوید دیوان عالی کشور با رد درخواست اعاده دادرسی از پرونده وحید افگاری حکم 25 سال زندان برای او را تایید کرده. حبیب و وحید افگاری که به ترتیب به 54 و 25 سال زندان محکوم شدند، از حدود یک سال پیش در پی اعدام برادر دیگرشان نوید در سلول انفرادی بودند. نوید افگاری که در پی شرکت در اعتراضات مرداد 97 در شهر شیراز بازداشت شده بود، بعداً به اتهام قتل یک کارمند حراست اعدام شد، هرچند که خودش تاکید می‌کرد که بیگناه است و زیر شکنجه از او اعتراف دروغین گرفتند. در سوئد ششمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد. او به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 متهم شده. در این جلسه قاضی از ایرج مصداقی از جان به در بردگان این کشتار خواست که در جایگاه شاهد قرار بگیرد. او اولین شاهدی است که در این دادگاه شهادت داد. شهادت ایرج مصداقی در چند جلسه بررسی خواهد شد. در ایران وزیر پیشنهادی بهداشت امروز وعده داد که اگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد تا پایان بهمن ماه واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. با
بهرام عین‌اللهی گفت که چاره ای غیر از واردات واکسن نیست. همزمان حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفت که فقط از کشورهای به گفته او قابل اعتماد واکسن وارد می شود. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته دست کم 610 نفر دیگر بر سر ابتلا به کرونا جان باختند و نزدیک به 39 هزار مبتلای جدید شناسایی شدند. هرچند که حالا مسئولان هم اذعان می کنند که آمار واقعی به مراتب بیشتر است. فرنوش همیشه گزارش می دهد. برنامه ما اینه که انشالله تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون رو تمام خواهیم کرد. وعده وزیر پیشنهادی بهداشت برای حل بحران کرونا. در شرایط کمبود تخت و دارو در مراکز درمانی و رکورد زدن هر روزه تعداد قربانیان. اینجا بیمارستانی در اهواز است که مسئولانش میگویند تعداد مراجعانش 10 برابر شده. واکسیناسیون به کندی پیش می رود و گزارش های از بی‌نظمی در مراکز تزریق واکسن کرونا منتشر شده. الان ساعت 11:37 است. بعد این پایگاه تجمعی واکسیناسیونه کووید 19. من نمیدونم اینا ساعت چند باز میکنه، ساعت چند هم میخوان ببندن. الان 11:37 است. این الان بسته است این در. میخوام ببینم که اینا میخوان ملت رو بکشن چیکار کنن. تا به حال کمی بیش از 5 میلیون نفر دو دوز واکسن را زدند. حالا بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت میگوید 120 میلیون دوز واکسن احتیاج است، اما نمیشود این تعداد را در داخل تولید کرد. ناچار به این هستیم که حتما واردات واکسن را انجام بدیم و حتما از همه اونهایی که بتونن واکسن وارد کنن، حتی بخش های غیر دولتی، بر این قضیه استفاده خواهیم کرد. با این حال اگر او رأی اعتماد مجلس را بگیرد، راه همواره نخواهد داشت، چون واردات واکسن مخالفانی جدی مثل فرمانده سپاه دارد. نمیتوانیم سلامت جامعه را به کسانی بسپاریم که استفاده از سلاح‌های بیولوژیک جزی از استراتژی آنهاست. نمیتوانیم به دشمنان اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که محلول واکسن را در بدن مردم تزریق کنند. هم حجم کار زیاده، هم تعداد پرسنل. چنین سیاست‌هایی باعث شده که بحران کرونا ادامه دار شود و کادر درمان خسته و نفس بریده. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی به روزنامه شرق گفته که تنها در یک سال گذشته 3000 پزشک از این سازمان درخواست مدرک گودستندین کردند که برای مهاجرت به کار می آید. یکی از دلایل افزایش تمایل به مهاجرت در میان پرستاران و پزشکان در این نامه مؤید علویان رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران به سعید نمکی ذکر شده. نگران محرمانه بودن اطلاعات ابتلا به کرونا در کادر درمانم. اطلاعات ابتلا و مرگ را در مواردی که سابقه دوبار واکسیناسیون دارند در اختیار کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا قرار دهید. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، آمار مرگ و میر بسیار بیشتر از آمار رسمی است، اما محرمانه بودن دلیل مرگ کسانی که دو دوز واکسن کرونا دریافت کردند بر نگرانی‌ها اضافه کرده. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته خیلی از بیماران مبتلا به کرونا بدون اینکه تست کرونا بدهند فوت می‌کنند. به همین دلیل هم این افراد در آمار فوتی‌ها ذکر نمی‌شوند. امروز مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. سعید نمکی در چنین شرایطی وزارت بهداشت را تحویل کسی می‌دهد که از پیشگامان ترویج طب سنتی است. ببینید طب سنتی رو در وزارت بهداشت در سال 84 ما آوردیم تو وزارت بهداشت. حالا نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند که جان شهروندان را به او بسپارند یا نه. طبق این تقویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمار رسمی میگوید 13975 نفر فقط در مرداد ماه قربانی کرونا شدند. در شبانه روز گذشته هم 610 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. زندگی‌هایی که ناتمام مانده و آرزوهایی که برباد رفته. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. دکتر سحر مطلبی پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌المللی از مالمو سوئد با ما هستند. خانم مطلبی، آقای وزیر پیشنهادی بهداشت بهرام عین‌اللهی گفتن که چاره جز واردات واکسن نیست، در حالی که ایشون خودشون جز کسانی بودن که 7 ماه پیش مخالف واردات واکسن بودن. بله درسته. البته اگه بخوام به پرونده کاری آقای دکتر با نظر منصفانه نگاه کنیم، یه بخشای روشنی تو پرونده ایشون هست، از جمله اینکه ایشون چشم پزشک خیلی خوبی هستن و گزارش میشه که برخورد دلسوزانه متعهدانی با مریضاشون دارن و
مدیریت خوبی هم داشتن توی بیمارستان لبافی نژاد و همچنین مشارکتشون در بیمارستان چشم پزشکی بصیر و دوره‌ای هم که مشاور وزیر بودن با آقای دکتر هاشمی بخش آموزش پزشکی عملکرد نسبتاً قابل قبول دارن. اما نکته تاریک پرونده حرفه‌ای ایشون همین حضور امضای ایشون در اون نامه‌ای که در واقع تحریم کرد واکسن‌های خارجی و مخصوصا اونها که بر اساس mRNA بودن و از آمریکا در واقع وارد می‌شد و که عواقب بدی داشت، یعنی واکسیناسیون ما رو به تاخیر انداخت و ما دچار بحران فعلی شدیم و جانهای زیادی از دست رفتن. یعنی ایشون اگر هم وزیر آینده بشن حتما باید این مورد رو شفاف سازی بکنن کامل و اگر لازم باشه به نظرم باید عذرخواهی بکنن از مردم و نکته مهمتر اینه که باید تعهدی به مردم بدن که تصمیم های تحت تاثیر سیاست و غیر علمی در آینده گرفته نشه، مخصوصا جایی که با سلامت عمومی مرتبطه. چقدر همونطور که در گزارش هم اومد سپردن جان مردم به ایشون منطقی به نظر میرسه در شرایطی که همونطور که خودتون گفتین به هر حال اینکه واکسن وارد نشد باعث از دست رفتن جانهای زیادی شده در این 7 ماه گذشته؟ من همونطور که خدمتتون عرض کردم نکات رو بالاخره بررسی کردم و پروندهشون به عنوان پزشک و مدیر تو بخش که بودن نکات مثبت هست، ولی خب این تصمیم بدی بود به نظر اعتقاد من و جامعه پزشکی که باید قطعا اصلاح بشه. در مقابلش حداقل باید در 7 مورد تعهد داده بشه به جامعه پزشکی و مردم. یکی اینکه اولا تسریع بکنن ورود واکسن‌های خارجی رو و برنامه‌ریزی خیلی دقیق مبتنی بر شواهد بکنن برای واکسیناسیون مخصوصاً از مناطقی که بحران طغیان وجود داره. یک ارزیابی سریع بکنن و اصلاح بکنن زنجیره سرد رو که گزارش داده میشه که مشکلاتی درش وجود داره که ممکن رو کیفیت واکسن‌ها اثر بذاره. داده‌های سلامت رو باید در دسترس عموم قرار بدن و فرصت بدن به مراکز علمی و دانشگاه‌ها که بتونن با آنالیز اون داده‌ها در واقع باری رو از روی وزارت بهداشت بردارن و کمک کنن وزارت بهداشت سیاست های مبتنی بر سلامت رو بهتر بگیره که اقتصادی تر باشه و دقیق تر و سریع تر باشه. باید نظارت سختگیرانه‌ای بر عملکرد اداره دارو و غذا انجام بشه، همونطور که گزارشاتیش هم بر توسط دیدبان شفافیت دارو ارائه شده اون موارد باید واقعا رسیدگی بشه. باید لغو یه خلأ قانونی داریم ما، اونم این که ممنوعیت فعالیت برای مدیران سیاستگذاران سلامت در بخش خصوصی دارو وجود نداره. این یک تلاقی منافع خیلی بزرگه که الان آثارش رو بر بازار دارو و واکسن داریم میبینیم و این واقعا حتما با جدیت باید برطرف بشه. نکته دیگه اینه که باید که سامانه متمرکز برای اطلاع رسانی در مورد کرونا چه در مورد واکسن ها محل تزریق پروتکل های درمانی پروتکل های جمعیتی که مردم باید رعایت بکنن که الان مفقود ما نداریم، همچین سامانه متمرکز رو باید حتما انجام بشه و باید تعهد داده بشه که آموزش های منظم به جمعیت از طریق صدا و سیما و از طریق برنامه وجود داشته باشه. نکته آخر اینه که ما نیاز داریم حتما روابط بین‌المللمون ارتقا پیدا بکنه و با کیفیت بهتری بتونیم همکاری‌های بین‌المللی رو داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون دکتر سحر مطلبی با ما و ممنون از شما که با این بخش خبر با ما همراه بودید.